And welcome to you all. Today, it is the first side event of the NGO Sudwind in the United Nations Center about the arbitrary detention and new kind of slavery in the Islamic Republic of Iran. Our first speaker is Diana Lai, a representative of the international Baha'i community in the United Nations. She will speak about the arbitrary detention of Baha'is on Iran. Before I let her speak, I just wanted to notice to you that this is being recorded in a video and being photographed. If you do not like to be in the pictures, please raise your hands now. Please. بسیار ممنونم. ممنونم از سودویند به خاطر سازماندهی این جلسه. همیشه باعث خوشحالی هست که مشارکت کنم در این جلسات و افتخاری هست که بتونم راجع به وضعیت بهایی ها صحبت بکنم. امروز داریم صحبت بکنیم راجع به دستگیری های دل بخواهی. متاسفانه دستگیری خودسرانه برای بهایان در ایران مسئله این نیست که فقط هر چند وقت یک بار اتفاق بیفته. تمام دستگیری های بهایی در ایران و تمام حبس های بهایی در ایران خودسرانه هستند. از سال 2005 بیش از 820 مورد دستگیری بهایان صورت گرفته در جمهوری اسلامی ایران و تا امروز 74 بهایی در زندان هستند. علت دستگیری ها و حبس های این بهایی ها تنها باورهای مذهبی اونها است. هیچ جرمی اونها مرتکب نشدند. آنها فقط به عنوان اتهامات واهی که بهش صحبت خواهم کرد دستگیر میشن و در واقع اونها دستگیر میشن یا به این علت که عضو جامعه بهایی هستند یا در خدمت کردن به جامعه بهایی، مثلا به 7 نفر از رهبران سابق جامعه بهایی که مدیر این جامعه هستن، مدیر مسائل این جامعه هستن، اینها دستگیر شدند و گروه کاری دستگیری های خودسرانه اونها رو به عنوان یک نمونه هایی از دستگیری خودسرانه میدونه. میتونید پیدا کنید اینها رو در بایگانی گروه کاری دستگیری های خودسرانه. بهایی های دیگری نیز دستگیر شدند به علت همکاری با نهاد آموزش عالی بهاییان که در واقع به این معنی است که اینها میکوشیدند تلاش کنند برای ارائه آموزش و پرورش به جوانان بهایی که این دسترسی رو نداشتند، به شکل بدیلی از آموزش عالی رو به اینها میخواستن ارائه بدن و فقط به همین دلیل اینان زندانی شدند. بهایان دیگری نیز در زندان بودند به خاطر جلسات دعاشون، به خاطر جلسات یا اینکه آموزش معنوی دادن به کودکان. البته که اتهامات که مطروح شده علیه این بهایان لازمن مستقیمن به عنوانی که بهایی بودن اینها هستن نیستن، گرچه موارد اینگونی هم هست. بعضی از بهاییان واقعا فقط به جرم متعلق بودن به مذهب بهایی یا اون چیزی که بهش میگن گروه غیر قانونی مذهب بهایی با این اتهامات دستگیر شدن. از بعضی موقع از کلمات بدتری هم استفاده میشه به اینکه توضیح بدن فقط اینکه شما باور بهایی دارید. اما اتهامات دیگری هم استفاده میشن، مثلا اقدام علیه امنیت ملی، این اتهام علیه امنیت ملی اتهام قوی هست، بسیار غریب هست که متهم میشن بهایان به چنین اقدامی، چون دلیل این که بهایی ها در ایران ماندند و میخواهند در ایران بمانند این است که خودشون را ایرانی میدونند مثل بقیه
و ایالتی میخوان خدمت بکنند به جامعه دور برشون و به کشور خودشون. پس کل اصلا علت این که اینها دارن دست به خدمات میزنند در واقع ارتقای رفاه کشورشون و هموطنانشون و ملتشون هست. خیلی ترفامیز است در واقع یکی از اتهاماتی که علیه اینها مطرح میشه اقدام علیه امنیت ملی است. یکی از دیگر اتهاماتی که علیه اونها مطرح میشه توهین به مقدسات مذهبی است که بجدن بسیار غریب هست، چرا که بهایان به عنوان یکی از بنیادهای مذهبشون به اسلام باور دارن، به پیغمبر حضرت محمد اعتقاد دارن و عقیده دارن قرآن کتاب آسمانی است. بسیار عجیب خواهد بود اگر یک بهایی به مقدسات مذهبی و به طور مشخص به مقدسات اسلامی توهین بکنند. البته اونها غالبا همین رو در مورد حضرت مسیح و حضرت موسی و اینها هم همین اعتقادات رو دارند و در خود در چارچوب ایران اسلام هست به طور مشخص. یکی دیگر از اتهامات رایج علیه بهایان جاسوسی است برای کشورهای خارجی و به طور مشخص برای اسرائیل. فکر میکنم جاسوسی برای کشورهای خارجی توسط دولت ایران همین کاری که امروز داریم میکنیم، یعنی گزارش در مورد وضعیت نقض حقوق بشر در ایران به جامعه بین‌المللی رو جاسوسی میدونند. این است که ارائه اطلاعات به کشورهای مختلف راجع به وضعیت حقوق بشر در ایران، خب بهایان معمولا راجع به خودشون این گزارش ها رو میدن، فقط راجع به وضعیت خودشون، و این رو جاسوسی تلقی میکنند برای خارجی ها. و شما خیلی خوب میدانید، اما به نظرم جا داره تکرار بکنیم که جاسوسی، اتهام جاسوسی برای اسرائیل هیچ بنیانی نداره. بله درست است که ممکن مقدس بهاییان و مرکز جهان بهاییان امروز در اسرائیل هستند و این ملت که بهاءالله بنیانگذار اسرائیل توسط بهاءالله بنیانگذار مذهب بهایی به شهر عکا در اون چیزی که فلسطین بود در امپراتوری عثمانی تبعید شده بود توسط دو حاکم مسلمان که یکیشون امپراتوری قاجاری باشه و اونجا در سال 1392 ایشون اونجا فوت شد که موقع هنوز فکر دولت اسرائیل هم نیامده بود چه برسه به توی دولت اسرائیل، و دولت ایران این را خوب میدونه اما از این استفاده میکنن برای اینکه دست بزنن به دستگیری خود سرانه بهایان. و بالاخره در پایان یکی از اتهامات ترفامیزی که علیه بعضی بهایان آمده تعداد مندکی این است که میگن استفاده مدارک تقلبی گرفتن و از اونها استفاده کردن. میدونید بهایانی که بهشون نمیذارن آموزش عالی ببینن در ایران سعی میکنن از طریق اون چیزی که بهش میگن مؤسسه آموزش عالی بهایان درس بخونه که یک سازمان مردم نهاد هست که اجازه میده به این جوانان یک مدارکی بگیرن. البته که این مدارکی که میگیرن رو دولت ایران به رسمیت نمیشناسه، پس برای اینکه بتونن اینها این مدرک رو بگیرند که بعد اینها در واقع رایج باشه، معمولا میرن خارج از کشور و در دانشگاه خارجی اونجا فوق لیسانس میگیرن و دکترا میگیرن. بعد که این رو میگیرن از فوق لیسانس رو یا دکترا رو به ایران باز میگردن تا بتونن از اون در حرفه استفاده کنن. پس دولت ایران استفاده کرده از این مدارک غربی که در تمام موارد دیگه اینها قبول میکنن برای همه افراد غیر بهایی که میرن خارج و درس میخونن و برمیگردن با فوق لیسانس یا دکتراشون. حالا در مورد بهایی ها اینها میگن اینها قلابی هستند چون اون مدرک اصلی از مؤسسه آموزش عالی بهاییان آمده. پس دولت ایران در مورد بهاییان حتی مدارکی که خب کاملا به طور قانونی تهیه شدن در دانشگاه های خارجی رو نمیپذیره. دستگیری ها البته مسلماً ناقض حقوق بشر و روندهای حقوق بشری هستند. وقتی بهایی ها
دستگیر میشن بیشتر مواقع. آنها که میان دم در اونها رو دستگیر بکنن سعی میکنن با هویت های دروغین به خونه اونها بیان، در میزنن و میگن لوله کش آمده است یا فلان کس آمده یا همسایه آمده و اینها، تا بتونن وارد خونه بشن. و وارد خونه که میشن معمولا نه هیچ گونه حکم دستگیری دارن، اگر هم حکم دستگیری داشته باشن یه چیزی که مثل حکم دستگیریه، یه کته که کاغذی نشون میدن که اصلا نمیشه اون رو خوند، نمیدونید، معلوم نیست آیا حکم دستگیری است، کی دست حکم دستگیری شما رو داده، کی این رو امضا کرده. این دستگیری ها معمولا بسیار خشونت آمیز هستن. مردانی که میان با سلاح معمولا میان و با نقاب هم دارند، به شدت اینها خشونت آمیز هستن، معمولا بسیار غیر مؤدب هستن، بچه ها رو میترسونند، همسر رو تهدید میکنن، پیرمرد یا پیرزن رو که والدین هستن معمولا اگه در همون خونه باشن تهدید میکنند. و نه تنها دستگیر میکنن افراد رو، معمولا خانه رو ویران میکنند و کتاب های رو میگیرن، لپتاپ باشه میگیرن، عکس باشه میگیرن و حتی عکس های بهایی. پس اگر بر اثر باور مذهب بهایی نیست، چرا عکس های بهایی رو میان میگیرن؟ چیزی که میخوام اینجا بگم در مورد این دستگیری ها یا دل بخواهی فقط در مورد بهایی ها نیست. مطمئنم بعضی از همکاران من هم صحبت خواهند کرد راجع به سایر مسائل مثل دستگیری های دل بخواهی، راجع به بقیه زندانیان عقیدتی یا بیشتر زندانیان عقیدتی یکی هست. چرا که وقتی مردم دستگیر میشن معمولا خیلی به جاهای غیر شناخته شده میبرنشون، یا اگر به زندان ببرنشون خودشون هم نمیدونن اصلا اونجا زندانه و خانواده میتونه چندین روز یا چندین هفته اصلا خبر ندارن خانواده ها که دستگیر شده طرف یا کجا هست. و این موقعیت، این جای غیر قابل شناخته شده معمولا با حبس انفرادی همراه هست و میدونیم که گزارشگر ویژه شکنجه گفته حبس انفرادی طولانی مدت برابر هست با شکنجه. و بهایان در چنین شرایطی قرار میگیرند. در آخر برای اینکه نگاه کنیم به کل این روند کاملا غیر قانونی و ناقض تمام حقوق بشر، هنجارهای حقوق بشری که دستگیری خودسرانه بهایی هاست، باید اشاره کنم به زمان دستگیریشون. اونها همون حقوق سایر زندانیان رو ندارند. معمولا بهشون اجازه مرخصی نمیدن، اگر هم مرخصی بدن اون وثیقه ای رو که میخوان چنان بالا هست که میتونه در واقع یک نوعی از اخاذی مالی باشه. چه پول معمولی نیست، معمولا مردم باید ماشینشون رو بفروشن یا سند خونهشون رو بدن یا انواع اقسام چیزها رو بدن یا جوازهای کارشون رو بدن تا کسی از زندان بیرونه. جمهوری اسلامی ایران سال گذشته یک قانون جزایی جدید اتخاذ کرده. این قانون جزایی در واقع بخشی از اون کاهش میده زندانی حکم زندان رو، در صورتی که حکمای دوباره یا سه باره داده بشه. در مورد رهبران بهایی مثلا اینها به 10 سال در زندان محکوم شدن برای اتهاماتی که در بالا گفتیم و 10 سال دیگه هم برای اون چیزی که میگن اقدام علیه خدا. قانون جزای جدید میگه اگر 2 اتهام مطرح باشه اون بالاترینه فقط
در اعمال میشه. اعمال رهبران بهایی به جای 20 سال اینها باید 10 سال باشن، چون دوتا حکم 10 ساله دارن. اما وقتی این رو میخوان، وکیلشون وقتی این رو میخوان، گفتن این قانون اصلا در مورد شما کار بس نیست. یعنی خب این واقعا داستان عجیبی است. تبصره دیگری که در قانون جزایی آمده این است که وقتی شما یک سوم یا در بیشتر مواقع دو سوم دورتون رو گذروندین، میتونین با یک آزادی مشروط داشته باشین. مجدداً میبینیم که وقتی بهایی‌ها خواهان این میشن، بهشون گفته میشه که این دماده شما به کار بسته نمیشه. میخوام در پایان این رو بگم، یک مثالی بزنم که همین امروز صبح گرفتم از پرونده که به قدری آشکار است. که حتی قوانین ایران هم در مورد بهایی‌ها به کار برده نمیشه و این یک شهری است. من خب هیچ اسمی نمیگم چون در مورد شخصی است که در زندان هست. یک قاضی میره با یک زندانی صحبت میکنه و این بهایی به قاضی میگه ایشون و 5 نفر دیگه زندانی شدن به علت اینکه خب معلوم اتهاماتی که مربوط به مذهب بهاییشون هست. و بهایی میگه که وقتی که من آزادی مشروط میتونم داشته باشم، این خواسته رو مطرح کردن، اما گفتن که وزارت اطلاعات هست که لغو کرده. و ایشون گفته من از به کجا باید به کدوم منبع باید بنویسم که بگم خواهان آزادی مشروط بشم. و قاضی به این فرد بهایی گفت تو نمیتونی آزادی مشروط بشی، نمیتونی مرخصی بگیری، چرا که دادستان علیه این هست. بهایی پرسید پس من به کدام منبع استانی یا کشوری بنویسم تا تحقیق بشه در این مورد؟ و قاضی پاسخ داد هر کس میخوای بنویس. برمیگرده میاد دوباره در پرونده قرار میگیره. بهایی پرسید چه باید بکنیم؟ ما جایی نداریم که بریم، کسی نیست که ما پاسخ بده. و قاضی گفت خودت گفتی هیچ کس نداری بری، پس ساکت باش، بذار حکم تمام بشه. و همین، این واقعیت، این عدالت به اصطلاح اسلامی است برای ایرانیان، برای بهایان در ایران. ممنونم.